استفاده کردن از کیبورد به این معنا نیست که شما اصلا از موس نباید استفاده بکنید بعضی جاها استفاده کردن از موس کار شما رو خب خیلی سریتر ممکنه بکنه اما یاد گرفتن تکنیک کار کردن با کیبورد ممکنه خیلی به درد شما بخوره و خیلی کارتون رو لذت بخشتر بکنه موقعی که شما میخواین از کیبورد استفاده بکنید برای تدوین سه تا نکته فوق کلیدی هست که حتما باید رو در نظر بگیرید یکی اینکه در حال حاضر این پلی هد شما کجاست اگر پلی هد شما اینجا باشه و اوورایت بکنید همونطور که شما دیدید از این نقطه شروع کلیپ شما خواهد بود یعنی در واقع شروع کلیپ شما از جایی خواهد بود که پلی هدتون هست مثلا من اگه پلی هد رو بیارم عقب و یک بار دیگه اوورایت بکنم همونطور که شما دیدین شروع من از جای پلی هید خواهد بود پس یکی از نکات فوق مهم جایی که پلی هید هست نکته دوم که اون هم فوق پر اهمیته اینی که در حال حاضر تارگت ویدیو شما کجاست همونطور که شما الان میبینید ترک یک ویدیوی من انتخاب شده به عنوان مقصد برای این تصویر مقصد صداش هم ترک آدیو یک و آدیو دو هستن پس من اگر اوبراید بکنم منطقا و طبیعتا باید تصویر توی این کانال و صداهاش توی این کانال قرار بگیره اما بذارید من این کانال ها رو عوض بکنم تارگت رو بیارم تارگت تصویرم رو بیارم, رو بیارم روی ویدیو سه یا در واقع ترک سه و صدام رو هم بیارم روی کانال چهار و پنج اگر اوورای بکنم همونطور که شما دیدید صدا توی این دوتا کانال و تصویر توی این ترک در واقع قرار گرفت پس نکته دومی که فوق العاده توی کار کردن با کیبورد مهمه داشتن یک تارگته یا در واقع درست تعیین کردن تارگت برای جایی که تصویر شما و صداتون قرار بیان و ایجاد بشن نکته سوم اینی که شما میخواین اوورایت بکنید یا اینسرت توی قسمت بعد تفاوت اوورایت و اینسرت رو بینیم.